سلام پنجشنبه هفته مرداد 89 29 جولای 2010 میلادی امروز در مورد هفت موضوع صحبت میکنیم موضوع اول ادامه بحث ما در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همطور که در روزهای قبل هم صحبت کردیم در کر اصلی قدرت رژیم سپاه قرار داره سازمانی که هم عزم سرکوب داره هم ابزار سرکوب داره زندان داره دستبند داره نیروی مسلح داره آدم کش داره پول داره که آدم استخدام کنه به جون زن و بچه مردم بندازه دستگاه تبلیغاتی داره تلویزیون داره و مجموع این امکانات رو به خدمت گرفته برای اینکه با جنبش آزادی خواهی مردم ایران مخالفت بکنه و سعی کنه که راه ملت ایران به دموکراسی رو ببنده و مردم رو سرکوب کنه به همین دلیل تجربه یک سال گذشته به ما نشون داد که برخورد ما با رژیم در واقع از یکی از مهمترین مسیرهایی که رد میشه مسیری است که باید بتواند سپاه رو متلاشیش بکنه برای اینکه بحثمون رو ادامه بدیم به این بخش از فیلم نگاه نخستین دقت کنید این یک دقیقه فیلم دست به خوشونت بزند چه باید کرد زمانی که پلیس و نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند انتظار خشونت داشته باشید دشمن شما به این سادگی تسلیم نمی شود هر چیزی که با استفاده از خشونت به دست بیاد باید با خشونت همون را حفظ کرد به همین دلیل که ما خشونت را قوت گروه ضعیف می نامیم آنچه از طریق خشونت به دست بیاد برای نگهداری آن باید به خشونت متوسل شد اما خشونت مخالفین را در شیلی، لهستان، سربستان و هندوستان متوقف نکرد وقتی از زور برای مقابله با فعالیت های بی خشونت استفاده شود نتایج ممکن است اون گونه که مقامات حکومتی انتظار داشتند نباشد <laughs> the main of, of the was that بزرگترین اشتباه رژیم بود که دامنی سرکوب ها را افزایش داد و به همین دلیل بود که دیگر سرکوب ها برایش کار نکرد. مانند قانون سوم عمل و عمل نیوتون وقتی میزان سرکوب را بالا میبرید مقاومت نیز بیشتر این اتفاقی که در ایران افتاده یعنی رژیم با عملکرد سپاه در مرکز اون دست به خشونت زد منطق طرف ضعیفتر یعنی توسل به خشونت و در سمت مخالف این خشونت ورزی باعث مشروعیت زدایی بیشتر از حکومت و افزایش مقاومت مردم شده جنبش رو توسعه داده در سطح کشور گروه های مختلف مردم رو در پشتیبان جنبش قرار داده و سفارایی ملت در مقابل حکومت رو فشرده تر کرده اما برای اینکه ما بتونیم قدم های بعدی رو برداریم چگونه سپاه رو متلاشیش بکنیم چگونه از پیش پای ملت بر بداریم بحثی است که به خصوص با توجه به اینکه الان جامعه جهانی به کمک ملت ایران اومده و هر تحریمی که در دنیا مطرح میشه یک بخش اون تحریم شرکت های سپاه و امکانات سپاه هستش در واقع چگونه ما بتونیم در داخل کشور با جنگ روانی علیه سپاه با ایجاد اختلاف در اون با تحریم کالاهای سپاه با عدم همکاری با شرکت های سپاه با روش های مختلف مبارزات مدنی و بیخشونت چگونه بتونیم این سازمان رو فرسوده و متلاشی بکنیم بحثی است که در روزهای آینده باز هم اون رو ادامه میدیم چرا که بخشی از استراتژی ماست برای اینکه به پیروزی برسیم نکته دوم این که در خبرها من دیدم اومده بود که در پاره از ایسکاهای های اتوبوس عکسهایی است که نشون میده که در تهران نوشتن اعتصاب سراسری جواب این دیکتاتوری شعار خوب و درستی است که در واقع به مسیر درستی از جنبش اشاره میکنه اما برای اینکه ما به اعتصاب سراسری برسیم مقدماتی رو هم لازم داره کارهایی رو باید بکنیم برنامه ریزی ها و فعالیت رو باید بکنیم اعتصابات مقطعی مثل اعتصاب بازار در اقشار مختلف باید شکل بگیره از جمله همین بحثی که در مورد برخورد با سپاه داشتیم رو باید درست انجام بدیم تا برسیم به اعتصاب سراسری که به حق این شعار مردم رو به اون دعوت کرده نکته سوم این که دو شرکت کشتیرانی ایرانی ثبت شده در انگلیس توقیف شدند جزئیات بیشتری ازش منتشر نشده اما سایت های طرفدار دولت مطرح کردند که اشتباه کاری های حکومت باعث شده که انبال این شرکت ها در انگلیس توقیف بشه نکته چهارم اینکه 16 نفر از زندانیان سیاسی از جمله آقای احمدی عمویی، عبدالله مؤمنی، کوهیار گودرزی، کیوان صمیمی، مجید توکلی، علی ملیحی و دیگران در بین این 16 نفر هستند از بند 350 اوین او به سلول های انفرادی 240 منتقل شدند و خبرهایی که رسیده حاکی از این نیست که آقای بهمن احمدی امویی سه روزه در اعتصاب غذا به عنوان اعتراض به این انتقال خودش به سر میبره همینطور آقای عبدالله مومنی و کوهیار گودرزی هم به احمدی امویی پیوستند خبرهایی هم از پیوستن بقیه زندانی ها به این اتصاب غذا احتمالا در راه که به محض شنیدن خدمتون خواهیم گفت. همینطور سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان معالجه و آزادی محمد صدیق کبودوند فعال مدنی و روزنامه نگار کرد شده که خبرهای نگران کننده از وضعیت سلامتی او میرسه نکته پنجم اینکه گزارش تکان دهنده ای را آقای دکتر سعید ماسوری که خودش محکوم به حبس ابد هستش از زندان رجای شهر کرج به بیرون فرستاده و خودش هم گفته که احتمالا به دلیل این گزارش به انفرادی منتقل خواهد شد و زندان رجای شهر کرج رو با بازداشتگاه های آلمان نازی مثل آشویتز مقایسه کرده و ارقامی رو مطرح کرده از قبیل اینکه به ازای هر دویست و پنجاه نفر یک حمام موجوده به ازای هر 170 نفر یک توالت موجوده که بسیاری از اونها هم خرابن به ازای هر 500 نفر یک دستشویی شیر با صابون موجوده و در واقع در فضایی که برای 90 نفر ساخته شده 1100 نفر زندانی زندگی می کنند و در نتیجه به ازای هر متر مربع 5 یا 6 نفر انسان حضور دارند. و مطالب مفصلی که آقای دکتر ماسوری نوشته از وضعیت بهداشتی و غذایی و شرایط وحشتناک زندگی در زندان رجای شهر کرج که تایید مکرری است از گزارش های دیگری که از زندان رجای شهر کرج تا کنون مطرح شده و وظیفه ایرانی ها در سراسر دنیاست که جنایت های این آشویتس ایران رو به گوش دنیا برسونند نکته ششم این که وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد از طرف ایران که اگر مبادله سوخت ایران از طریق ترکیه و برزیل پذیرفته بشه ایران غنیسازی 20 درصدی رو متوقف خواهد کرد در واقع ایران افتاده به التماس که اون قراردادی رو که با اون سر و صدا امضا کردن و قرار از 1200 کیلو از ذخیره اورانیوم سه درصدی ایران رو تحویل بدن رو دنیا بپذیره ضمن اینکه به حرفهای آقای متکی اعتمادی نیست آنچنان که به حرفهای آقای سلطانیه هم کسی نتوانست اعتماد کنه و یک روز بعد از آقای سلطانیه آقای احمدی نژاد حرفهای دیگه ای رو زد و ضمن دنیا هم مشکلش غنیسازی 20 درصدی ایران نیست بلکه مشکلش عدم اعتماد به ایران و عدم امضای الحاقیه قرارداد ان است که ایران تا کنون از اون ابا کرد و نکته آخری اینکه سازمان تجارت جهانی در گزارش تجارتی که از سال دو اقتصادی که از سال 2009 منتشر کرده در مورد ایران اهم اخبارش از این قبیل است اعدادی که مطرح کرده از این قبیل است که سیو یک درصد صادرات ایران در سال 2009 نسبت به سال قبلش کاهش داشته و کل صادرات ایران 78 میلیارد دلار بوده 51 میلیارد دلار واردات در کشور داشتیم در نتیجه 27 میلیارد دلار افزایش موازنه بازرگانی کشور بوده اما ایران هفت دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد سهمی است که از صادرات جهانی داره و صادرات ایران 86 درصدش هم نفت خام و گاز بوده به هر صورت این ارقام نشون میده که اقتصاد ایران به سمت پایین رفتن هستش احتمالا در سال 2010 اوضاع از این بدتره اندکی سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران